شنونده رادیو ایران اینترنشنال از لندن هستید. وقت بخیر. در برنامه با خبر امروز شنبه 26 مهر ماه برابر با 17 ماه میلادی اکتبر، من فرزاد مزرویی در نیم ساعت آینده همراه شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. در واکنش به سخنان رهبری حزب دموکرات کردستان، هواداران هشت و شعبی دفتر نمایندگی این حزب در بغداد را به آتش کشیدند. خریداری از داروخانه یا ترانزیت از ایران، گفته‌های زد و نقیض مقام‌های ایرانی درباره داروهای قاچاق توقیف شده در عراق ادامه دارد. در پی بالا گرفتن انتقادها به گفته‌های حسن روحانی درباره صلح امام حسن، رئیس دفتر رئیس جمهور منتقدان را تهدید کرد که نوبت خود آنها هم خواهد شد. و قره‌باغ همچنان منطقه بحران، آذربایجان می‌گوید 13 نفر در حمله ارمنستان به گنجه کشته شدند. شماری از هواداران هشت و شعبی در مقابل دفتر نمایندگی حزب دموکرات کردستان عراق در بغداد تجمع کردند. در تصاویری که به دست ایران اینترنشنال رسیده، معترضان با در دست داشتن نماد و پرچم هشت و شعبی ساختمان نمایندگی حزب دموکرات کردستان را به آتش کشیدند. در واکنش به این حملات، شان محمد مسئول دفتر نمایندگی این حزب گفته به زودی از دولت عراق شکایت خواهد کرد و به سادگی از این مسئله نخواهد گذشت. این تجمعات پس از آن صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته هوشیار زیباری، وزیر پیشین دارایی عراق که همزمان از اعضای رهبری این حزب است، در گفتگو با شبکه خبری الحره و همچنین در صفحه توییتری خود عاملان حمله به سفارت آمریکا در بغداد و فرودگاه اربیل را گروه‌های مسلحی عنوان کرده بود که قصد ناامن کردن عراق را دارند. این در حالی است که شان محمد مسئول دفتر نمایندگی حزب دموکرات کردستان در بغداد در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته منظور آقای زیباری هشت و شعبی نبوده و صحبت‌های وی اینگونه تفسیر شده تا به روند سیاسی عراق لطمه وارد شود. جزئیات بیشتر در این باره رو از تروسکه صادقی خبرنگار ایران اینترنشنال از اربیل عراق می‌شنویم. در بغداد واکنش‌ها فقط هشت شعبی واکنش نشان داده که یک بیانیه داده، البته دست داشتن در این حمله رو انکار نکرده و گفته که احساس این مردم که قربانی زیادی هشت شعبی داده و اونا دادن رو درک میکنه. فقط این که در بیانیه‌اش گفته که تنها یعنی از هوادارانش خواسته که به نیروهای امنیتی احترام بذارن. از طرف دیگه دولت تاکنون موضع رسمی نداشته. فعلا تمامی حملات یا انتقادها و نگرانی هایی که اینجا در اقلیم کردستان هستش، یعنی از اقلیم کردستان رو به دولت و نخست وزیر مصطفی کاظمیه. اونا میگن که نیروهای امنیتی زیادی اونجا بودند، اما نیروهای امنیتی فقط نظاره‌گر بودند. در اقلیم کردستان هم واکنش‌ها بیشتر رو به دولت بوده. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق واکنش نشان داده، یعنی گفته که تحمل نمی‌کنه بی‌احترامی به پرچم اقلیم کردستان عراق که در اونجا سوزونده شد. نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان مسئله اینه که یادآور این شده که نیروهای پیشمرگ و نیروهای هشت شعبی در جنگ با داعش با همدیگه هماهنگ بودن، الان باید تحقیقات جدی بشه. دولت یعنی حکومت اقلیم کردستان بیانیه داده. از طرف دیگه پارلمان اقلیم کردستان هم بیانیه داده در بغداد، اما معاون رئیس پارلمان عراق بیانیه داده محکوم کردن این حملات رو. اینجا بیشتر مسئله اینه که الان ناظران سیاسی همونطور که در یعنی از صبح امروز یعنی این خبرها رو پوشش میدادن، مسئله اینه که در دو مورد خیلی مهم صحبت کردن، اونی که این حملات میتونه دو چیز رو مورد هدف قرار بده. یکی اینی که وضعیت سیاسی عراق را هدف قرار بده و دوم اینی که اربیل و بغداد در تلاشن که اختلافات خودشونو حل بکنن و این ضربه میزنه به این تلاشا. در همین رابطه تحلیل جعفر هاشمی پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب از شهر لیدز در بریتانیا رو میشنویم. من فکر میکنم نهایتاً این گروه ها اولا گروه های مسلحی هستند، ثانیاً اینها نفوذ بسیار گسترده‌ای در تک تک در واقع جای دولت عراق دارند. یعنی نباید این انتظار را داشته باشیم که دولت عراق جلوی اینها با این سادگی بگیره. این پروسه بسیار طولانی هست و
در ابعاد گوناگون و مختلف در حوزه داخلی و در حوزه اقلیمی و خارجی باید روش کار بشه. این که آقای کاظمی الان فقط یک برنامه داشته باشه و بتواند این رو اجرا بکنه، من فکر میکنم کار بسیار بسیار نفسگیر و سختی خواهد بود. از این رو ایشون نیاز داشتن که این مرحله گذر را در واقع با آرامش طی بکنن تا یک انتخابات جدیدی صورت بگیره، تا یک حکومتی بیاید که یک پشتیبان بسیار قوی از مردم، از نیروهای سیاسی مختلف داشته باشن. اونها اون وقت میتوانن در واقع یک جنگ جدی بر علیه این شبه نظامیان داشته باشند. اما با این ابزارها و توانایی که آقای کاظمی داره، بیشتر نیاز به در واقع کنترل اینها داره تا اینکه به جنگ اونها بره و اونها در واقع متأثر از درگیری ها و تشنج هایی که در منطقه و منافعی که ایران داره، اونها سعی میکنن حضور داشته باشن و سعی میکنن جاهایی که به دست آوردن حداقل از دست ندهن. ببین آقای زیوری این عبارت رو من نقمشون گفتن، اون منطقه سبز بایستی از گروه‌های ملیشیاوی یعنی شبه نظامیان در واقع تطهیر بشه و پاک بشه و این طرح آقای زیوری نیست، این در واقع برنامه که آقای کاظمی داشتن و اعلام کردن پیش از این و حتی گام‌هایی در این راستا برداشتن. از این رو من فکر میکنم خودشون هم میدونن. در واقع آقای زیواری کسی نیست که ایشون وزیر امور خارجه بوده و کلماتش رو بسیار دقیق گزینش میکنه، از این رو میدونن و میدونن حتی ایشون تصمیم گیرنده نیستن در این راستا. اما اینکه ایشون گفتن اگر قرار باشه که نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن و اخراج بشن، ما باید انتظار داشته باشیم که عراق به یک سومالی دیگر، به یک لیبی دیگر، به یک سوریه دیگری تبدیل بشه. از این رو الان ایشون هم در واقع گفته که من منظورم هشت و شعبی نیست. هشت و شعبی اگر بخشی از نیروهای دولت و حاکمیت هست که نباید اونها این تفسیر و این برداشت داشته باشن که اونها شبه نظامی هستن، اونها نظامی هستن و بخشی از حاکمیت هستن. اگر نه اینچنین نباشه که نهایتاً ما منظورمون همینا هستن، همین گروه‌های شبه نظامی هستن که غیر قانونی هستن و با استفاده از زور و اسلحه و نفوذ خودشون دارن در واقع حاکمیت ملی عراق را زیر سوال میبرن. صدای جعفر هاشمی، پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب از شهر لیدز در بریتانیا بود که میشنیدیم. سازمان غذا و داروی ایران به توقیف 19 کامیون محموله قاچاق دارو از ایران به عراق واکنش نشان داد. این سازمان در اطلاعیه اعلام کرد داروهای قاچاق کشف شده در عراق متعلق به کشورهای همسایه بوده که از طریق مرز ایران ترانزیت می شده. پیش از این علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت گفته بود قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه سالهاست که سابقه دارد و این 19 کامیون داروی قاچاق از داروخانه ها خریداری شده. سازمان اطلاعات ارتش عراق چهارشنبه گذشته اعلام کرد بزرگترین محموله قاچاق دارو از ایران به عراق شامل 19 کامیون را در استان دیاله کشف کرده. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو، ساعتی پیش در این باره توضیحاتی داد که با هم میشنویم. صحبت‌های یک جوری است که انگار در واقع مسئولان در جمهوری اسلامی دارن درباره سوزن در انبار کاه صحبت می‌کنن، در حالی که ما می‌دونیم که مقام‌های عراقی این 19 کامیون رو بزرگترین محموله قاچاق دارو از ایران به عراق معرفی کردند. خب به هر حال موضوعی است که با توجه به حساسیت‌های مختلف برای در واقع ایرانیان و مخاطبان ایرانی مهمه. بحث تحریم‌ها رو ما الان داریم، این مسئله مطرح شده است در طول سال‌های گذشته که تحریم‌ها باعث شده که مسائل و مشکلات در حوزه بهداشت و درمان در حوزه دارو وجود داشته باشه و بعد خب یک چنین خبری واکنش برانگیز میشه. گرچه باید تاکید کرد که مشکل دارو همواره در واقع جمهوری اسلامی وجود داشته، مسئله به بعد از تحریم ها بر نمیگرده، اما به هر حال درباره این مسائل صحبت میشه. وجهی که تناقض آمیز هستش اینجا خب این است که سازمان غذا و دارو یک بیانیه ای داده که خیلی مشخص و در واقع جدی میگه که این جریان، این ترانزیت از یک کشور دیگه محموله
بوده است از یک کشور دیگه ای رفته به یک کشور دیگه، که خب در واقع ذکر هم نشده که اون کشور اولیه مبدع کجاست و خب به هر حال مقصد به نظر میاد که عراق بوده. و بعد هم این که به نوعی توپ انداخته میشه در زمین گمرک و اینکه این تشریفات گمرکی خب باید روشن بشه که این 19 کامیون دارو در واقع چگونه بوده است و چطور تونسته از ایران اساساً بره و وارد عراق بشه و بعد اونجا به عنوان محموله قاچاق در واقع شناسایی بشه و توقیف بشه. یک نکته ای اون وقت وجود داشت در صحبت‌های آقای وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت که او گفته بود که اینها داروهای خاص نیستند، احتمالاً داروهایی هستند که بدون نسخه فروش میرند و اینها از داروخانه در ایران خریداری شدند و در واقع فرستاده شدند یا عازم عراق بودند. یعنی عملاً اینجا این تناقض وجود داره که یکی از مقامات مسئول در وزارت بهداشت پذیرفته است که اینها از ایران میرفته به عراق، ولی بیانیه‌ای که صادر شده و صحبت‌های بعدی که وجود داره میگه که این چنین نبوده و در واقع مبدأ جای دیگری بوده، ایران نبوده و مقصد فعلا در واقع اونچه که توقیف شده در عراق. صحبت‌های رضا حاجی حسینی بود که می‌شنیدیم، روزنامه‌نگار از مالمو در کشور سوئد. چند خبر کوتاه. معاون استاندار بوشهر از خودکشی یک نوجوان دیگر در جنوب این استان در شهر کنگان خبر داد. مجید خورشیدی خودکشی دو کودک و نوجوان در جنوب استان بوشهر در کمتر از یک هفته را نگران کننده خواند. بر اساس جزئیات منتشر شده، خانواده این نوجوان 15 ساله از نظر فقر اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی رنج می‌بردند و پدر او هم با محکومیت قتل عمد در زندان به سر می‌برد. هفته گذشته یک نوجوان 11 ساله بوشهری به دلیلی که نداشتن گوشی تلفن همراه هوشمند برای استفاده از خدمات آموزش آنلاین عنوان شده بود، خودکشی کرد. رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید در صورت پیروزی دونالد ترامپ برای ایران دشوار خواهد بود که مذاکره نکند. اوبرایان تاکید کرد ایران ترجیح می‌دهد دولت دیگری در آمریکا بر سر کار بیاید و به روزهای برجامی برگردد. در همین حال دونالد ترامپ شب گذشته در سخنرانی انتخاباتی خود در جورجیا گفت دولتش آمریکا را از توافق به تعبیر او فاجعه بار هسته‌ای با ایران بیرون کشید. ترامپ گفت توافق هسته‌ای 150 میلیارد دلار در اختیار ایران قرار داد تا به گفته او آن را برای تروریسم خرج کند. او اضافه کرد در صورت پیروزی اولین تماس با او از طرف سران جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اقتصاد ایران متلاشی شده و تولید ناخالص داخلی این کشور 27% افت کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از انتصاب حسن ایرلو به عنوان سفیر تامل اختیار ایران در یمن خبر داد و گفت او وارد صنعا شده. به گفته سعید خطیب‌زاده او به زودی استوارنامه خود را به مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن و رونوشت آن را به هشام شرف وزیر خارجه دولت نجات ملی ارائه خواهد کرد. دولت نجات ملی 4 سال پیش با حمایت حوثی‌ها در یمن تشکیل شده و مورد حمایت حزب کنگره و انصارالله یمن و جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که سازمان ملل متحد دولت منصور هادی را به عنوان دولت قانونی یمن به رسمیت می‌شناسد که در بندر عدن مستقر است. یک ماه و نیم پیش هم ابراهیم محمد الدیلمی به عنوان سفیر فوق‌العاده و سفیر تامل اختیار حوثی‌ها به تهران آمد. دادگستری فرانسه از دستگیری 9 نفر در ارتباط با قتل معلم تاریخ فرانسوی خبر داد. این معلم که ماه گذشته در کلاس درس خود کاریکاتورهای مجله شارلی ابدو درباره پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود، در نزدیکی این مدرسه در حومه پاریس با ضربات متعدد چاقو به گردنش به قتل رسید. پلیس فرانسه اعلام کرد شخص مظنون به قتل این معلم به ضرب گلوله پلیس کشته شده. به گفته پلیس فرد مهاجم جوانی 18 ساله متولد مسکو بوده و به گفته شاهدان در حالی که چاقو در دست داشت فریاد الله اکبر سر داده بود. نخست وزیر فرانسه در واکنش به این حمله بر مقابله با تروریسم به تعبیر او اسلامگرا تاکید کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم این حادثه را حمله تروریستی اسلامگرایانه خواند و بر عزم دولتش بر پیگیری سریع و قاطعانه این موضوع تاکید کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور ایران میگوید حجم توهین و بی احترامی از تریبون‌های گوناگون به حسن روحانی نسبت به دولت‌های پیشین بی سابقه است. محمود واعظی انتقادهای روزهای گذشته نمایندگان مجلس و سکوت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره توهین به حسن روحانی را به رقابت‌های تبلیغاتی زودهنگام برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مرتبط دانست. او گفت افرادی که بی اخلاقی می‌کنند باید بدانند که نوبت خودشان هم می‌شود. نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر و در جلسات گوناگون از حسن روحانی به تندی انتقاد کردند. در آخرین اظهار نظرها مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته اکثریت قاطع مردم به کمتر از عزل و مجازات روحانی راضی نمی شوند و رهبر جمهوری اسلامی باید دستور دهد 1000 بار روحانی را اعدام کنند تا دل مردم راضی شود. در رابطه با این موضوع ارزیابی مراد ویسی عضو تحریریه ایران اینترنشنال از لندن رو میشنویم. رئیس دفتر آقای روحانی جرأت نمیکنه بگه پشت حملات با آقای روحانی آقای خامنه ایه. در واقع دو تا دیدگاه در درون حکومت در مقابل همن. حسن روحانی به دلیل شرایط معتقده به مذاکره با آمریکاست. قبلا در دوره اوباما این تمایل رو نشون داده. آقای خامنه‌ای به شدت مخالف مذاکره با آمریکا، چون فکر میکنه اساس جمهوری اسلامی رو به هم می‌ریزه این موضوع اگر بخواد روابط ایران و آمریکا برقرار بشه. نکته‌ای که در کنارش مردم باید توجه بکنن اینه که این به معنی نیست که حکومت و جمهوری اسلامی در مقابل مردم اختلاف نظر داره. نه، موقعی که بحث سرکوب اعتراضات و سرکوب مردم میرسه آقای خامنه‌ای و روحانی و همه با هم یکی‌اند، ولی موقعی که بحث جنگ منافع در درونشون هست گروه های مختلفی هستن، از جمله در مورد اینی که برای بقای حکومت باید با آمریکا مذاکره کرد یا مذاکره نکرد. این دعوا از اونجا میاد. کسایی مثل قالیباف و روحانی و مجلس و کسایی که تندروتر هستن از سپاه، خبرگزاری ها، کیهان، موقعی که به روحانی حمله میکنن دلیلشون اینه که فرمان حمله را از آقای خامنه ای میگیرن. مسئله مردم کرونا و معیشت الان، این دعواهای درون حاکمیتیه. ولی من فکر میکنم هم در نزدیکی انتخابات که میریم ریاست جمهوری ایران تشدید خواهد شد. نکته دیگه اینه که این مسئله مهمتر از اصلا اینه. کشور داره، جمهوری اسلامی داره آماده میشه که آرایش سران و قواش نظامی تر و امنیتی تر باشه. دلیلش هم اینه که خطر شورش مردم، قیام مردم، اعتراضات بزرگ مردم رو جدی گرفتن و دنبال این هستن که سپاه بیش از گذشته کنترل همه امور رو به دست بگیره. به نظرم ما در انتخابات ریاست جمهوری با یک وضعیتی روبرو خواهیم شد که سپاه بیش از گذشته تلاش خواهد کرد همه قوا رو در اختیار بگیره. آقای خامنه‌ای هم از این مسیر حمایت میکنه. صدای مراد ویسی بود که میشنیدیم، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از لندن. معاون کل وزارت بهداشت میگوید وضعیت شیوع ویروس کرونا در تهران بسیار نگران کننده است. ایرج حریرچی با اشاره به آلودگی هوا و سرما تاکید کرد این موضوع باعث افزایش انتقال ویروس کرونا خواهد شد. به گفته او در تهران و 45 شهر بسیار آلوده به ویروس کرونا نیاز به تصمیمات سختگیرانه تر وجود دارد. در همین حال بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد 121 یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. در چنین وضعیتی کارشناسان توصیه می‌کنند افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. در رابطه با این موضوع، اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین در ایتالیا، معتقد است هیچ تحقیق علمی ارتباط بین آلودگی هوا و بیماری ویروسی نظیر کووید 19 را تایید نکرده. گزارشی سازمان جهانی بهداشت منتشر کرده در همین چند ماه اخیر که به طور مشخص به این موضوع اشاره میکنه که آلاینده ها و آلودگی هوا میتونه باعث مرگ های زودرس یا بیماری های حتی عقب افتادگی
کودکان بشه و مسائل جدی تو حوزه‌های تنفسی به وجود بیاره، ولی تمامشون بیماری‌هایی هستن غیر ویروسی. به این ترتیب تا امروز هیچ کار تحقیقاتی نشون نداده که افزایش آلاینده‌ها میتونه افزایش بیماری‌های ویروسی مثل حالا تو موضوع مهمی که در موردش داریم صحبت می‌کنیم کرونا رو باعث بشه. و این یه اطلاع به نظر من اطلاعات کاملا غیر علمیه و ناروشنه و دلیلش هم دقیقاً روشنه برای ما، برای اینکه بعد این ابزاری میشه برای اینکه سازمان وزارت بهداشت و مسئولینی که مرتبط بودن با این ماجرا برنامه‌ریزی جدی و دقیق بکنن برای کاهش ابتلا و افزایش این در واقع اپیدمی در ایران، بخوان باز از زیر بار مسئولیتشون شونه خالی بکنن و مدتی هم سرگرم باشن به اینکه خب سرما و آلودگی هوا باعث این موضوع شد. موضوع مهم دیگه این که سامانه آلودگی هوا اعلام کرد که نه فقط در محله‌های در تهران، در مشهد، در قزوین مدارس و دانشگاه تعطیل شدن، در اهواز. این نشون میده که این ماجرا فقط منحصر به کلان شهرها نیست، مسئله زیرسازهای صنعتایی که وارد حوزه شهری شده، مسئله مهم ناوگان حمل و نقل عمومی که در تهران سالهاست در موردش بحث میشه، شهرداری در موردش بارها صحبت کرده گویی که حالا کس دیگه‌ای باید بیاد این کار انجام بده. ما هنوز حتی 1 کیلومتر به فضای مترو تهران اضافه نشده در تمام این طول این سالها. هنوز ناوگان حمل و نقل ایران و خصوصا در کلان شهرهای مثل تهران و مشهد وضعیت بسیار فرساینده ای داره و شما میبینید در ویدیوهای زیادی که مردم منتشر میکنن چطور در بغل هم هستن در مترو با توجه به وضعیتی که ما امروز باش مواجه هستیم. خب طبیعیه که تمام این عوامل شرایط رو تشدید میکنه برای اینکه ارتباط فیزیکی مردم با هم بیشتر و بیشتر بشه و خب به این ترتیب آلودگی به سرعت منتقل میشه. توضیحات اعظم بهرامی بود که میشنیدیم، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از شهر تورین در ایتالیا. دادستانی کل آذربایجان اعلام کرد در پی حملات موشکی ارمنستان به شهر گنجه دست کم 13 غیر نظامی کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. در این حملات همچنین 20 منزل مسکونی تخریب شده. هفته پیش آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه برای آتش بس موقت به توافق رسیدند، اما ساعتی بعد دو طرف حملات را از سر گرفتند و هر دو کشور یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. دور جدید درگیری‌ها میان آذربایجان و ارمنستان از حدود 3 هفته پیش آغاز شد. بر اساس قوانین بین‌المللی، قره‌باغ متعلق به آذربایجان است، اما اکثر ساکنان آن ارمنی هستند. در همین رابطه احمد وخشیته، تحلیلگر روابط بین الملل از مسکو، میگوید موضع روسیه و ترکیه در قره‌باغ با تغییرات پیچیده‌ای روبرو شده و ترکیه عملاً مقابل روسیه قرار گرفته. هفته از آتش بس فوری که در مسکو برگزار شد جمعه هفته آینده میگذره و خب ما از دیشب شاهد موج بیشتری از تنش‌ها بین آذربایجان و ارمنستان هستیم. میتونیم این موضوع رو هم توجه داشته باشیم که روز چهارشنبه گفتگوی تلفنی که بین آقای پوتین و آقای اردوغان بود و روز پنجشنبه آقای لاوروف و آقای چاوشوغلو و ما یک دفعه دیشب این موج شدید حملات رو میبینیم و موضع‌گیری‌های جدیدی که عملا میشه گفت که روسیه ترکیه با یک چرخشی در سیاست خارجی خودش مقابل روسیه قرار گرفته و این نظم منطقه نه تنها خاورمیانه بلکه حالا آسیای مرکزی رو هم با تغییر مواجه کرده. آقای پسکوف سخنگوی آقای پوتین یا به عبارت سخنگوی کرملین اعلام کردند که دیروز اینکه یکی از طرفین، یکی از کشورهای خارجی داره مشخصا حمایت میکنه از دیگر طرفین، داره آبی در واقع نفت بر آتش میریزه و این موضوع رو بیشتر شدت میده. آقای پوتین نکته‌ای که تو صحبتشون داشت با آقای اردوغان به این موضوع اشاره کردند که شبه نظامیانی که از خاورمیانه وارد منطقه دارن میشن، منطقه قفقاز، قره‌باغ، و به عبارتی یک پیام مثبتی رو هم میشه گفت شاید تلویحا دادن، اینکه روسیه هم مشتاق هست که ترکیه عضو گروه مینسک بشه و یک مشارکت مثبت داشته باشه. خب در حالیه که ما میدونیم که این اتفاق نیفتاد و این مخالفت از طرف همه اعضا وجود داشت، اما به نظر میرسه که حالا این پیام داره داده میشه که اگر ترکیه از مواضع حمایتی
خودش نسبت به آذربایجان عقب بکشه، این امکان وجود داره که در رابطه با عضویت ترکیه در گروه مینسک از سوی روسیه بررسی و عمل بیاد. صدای احمد وخشیته بود که میشنیدیم، تحلیلگر روابط بین الملل از مسکو. در ادامه برنامه با خبر امروز مرور کوتاهی داشته باشیم بر خبرهای رسانه‌های بین‌الملل در چهارسوی جهان. چهارسوی جهان. اتهام‌های جدید علیه رئیس جمهور سابق فرانسه در رابطه با دریافت کمک مالی برای کارزار انتخاباتیش از قذافی. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز می‌نویسد دادستان‌ها به طور رسمی روز جمعه از آغاز بازجویی از نیکولا سارکوزی درباره این مورد اتهامی خبر دادند. تحقیقات درباره سه مورد اتهامی مرتبط با فساد مالی علیه سارکوزی از حدود 2 سال پیش ادامه داشته. سارکوزی در این مورد متهم است 50 میلیون یورو از دیکتاتور سابق لیبی معمر قذافی برای هزینه کارزار انتخاباتیش در سال 2007 میلادی دریافت کرده. سارکوزی در صفحه فیسبوک خود نوشته بی گناه است. اتهام های فساد مالی در سالهای اخیر علیه شماری از مقام های سابق در دولت های متعدد فرانسه وجود داشته و از جمله فرانسوا فیون نخست وزیر در دولت سارکوزی، همچنین ژاک شیراک رئیس جمهور این کشور در سالهای 1995 تا 2007 و نیز نخست وزیر او، همگی احکام زندان دریافت کردند. دولت آمریکا پیشنهاد روسیه برای تمدید معاهده هسته‌ای دو کشور را رد کرد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار تمدید 1 ساله معاهده هسته‌ای کاهش تسلیحات اتمی که در دولت اوباما به امضا رسیده بود شد. این درخواست در آستانه سررسیدن مهلت انقضای این توافقنامه مطرح شده. پیمان استارت نو که در سال 2010 و با هدف کاهش ذرات‌خانه‌های هسته‌ای، کنترل شمار کلاهک‌های هسته‌ای، موشک‌ها و بمب‌افکن‌های دو کشور به امضا رسید، در ماه فوریه آینده منقضی می‌شود. روسیه گفته است که دو طرف این معاهده را برای دست کم 1 سال دیگر بدون هیچ گونه قید و شرطی تمدید کنند. مذاکرات برای دستیابی به توافقی جدید در این باره مدت‌ها در جریان بوده، ولی دولت روسیه پیشتر با پیشنهاد جدید دولت ترامپ در این خصوص موافقت نکرده بود. پلیس انگلیس مراسم عروسی با 100 مهمان را به هم زد. پلیس یک مراسم عروسی را در لندن که با بیش از 100 مهمان و با نقض مقررات کرونایی روز سه‌شنبه برگزار شده بود، تعطیل کرد. صاحب سالن عروسی ممکن است به پرداخت جریمه 10,000 پوندی محکوم شود. در بیانیه پلیس آمده این افراد مقررات کرونایی را به شکل خودخواهانه‌ای نقض کردند. بر اساس محدودیت‌های کرونایی که پیش از این در بریتانیا به اجرا گذاشته شده بود، شمار مهمانان مراسم عروسی نباید از 15 نفر فراتر رود. با بروز موج جدید همه‌گیری کرونا در بریتانیا در روزهای اخیر، محدودیت‌های تازه‌ای در مناطق مختلف این کشور اعمال شده. از جمله در لندن از امروز سطح جدید و سختگیرانه مقررات به اجرا گذاشته می‌شود. بر اساس آن، افراد خانواده‌های مختلف اجازه ندارند زیر یک سقف با هم ملاقات کنند. و به این ترتیب به پایان با خبر امروز رسیدیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.